برام خدا برده سلام. سلام خدمت شما وطنداران عزیز، امید کرد کجا هستین جور صحت من سر حال باشین. ما هم امروز با مادر صالح جان و خالشان آمدیم در شفاخانه میبند. یکی از دوستای ما میروانی کردن برنامه بانو نوری، این افتخار بخشیدن همیشه و نیدی برنامه ما هستن و کمک و همکاریشان بر هموطنان ما رسیدن. این بار هم خواستن که با گفتن که شما در شفاخانه میبند برین، همه امکانات تدابیش که میشه مربوط ما و ما میپردازیم. هم با زمانی که ما در شفاخانه میبند آمدیم، شما جریان دیدین که با دکتر صاحب مصاحبت کردیم. دکتر صاحب دیدن که اینا سرطان خونی دارن در افغانستان، گفتن امکاناتش نیست، اینا باید پاکستان برده شه و در شفاخانه به نام شوکت است که اونجا تداوی که سرطان دیابت و سرطان خونی دارن اونا میتونن امکانات تداویش دارن. و حالا هم مادر صالح جان هست، یک مقدار پول رکست رفت هموطنان ما جمع آوری کردیم و یک مقدار شما که روان کردیم برشان ما برشان تسلیم میکنیم و اگر امکاناتش بود و اگر کوشش میکنیم که یک از همکارای ما رو هم همراهشان پاکستان روان بکنیم و کارهای پاکستانشان آغاز بکنیم که انشالله به زودترین فرصت صالح جان صحت یاب شود. خسته نباشین، خوب هستین؟ انشالله صحتمند هستین. تشکر، زنده و سلامت باشین. صالح چطور است؟ کجای شفاخانه مخانه برده بودین یا نبرده بودین برشان؟ بله برادر صالح جان، بعد از اینکه شما کاری کردین صالح جان، یک بار در شفاخانه تطور بردیم، باش خون خریدیم، صالح خون زدیم، صالح جان کم بهتر شد، کمی خون گرفته، دو شب مشه صالح پایش کم بهتره. دین روز شفاخانه الخیر بردیم، به خاطر که هم بمبای رو شده بود پایش زیاد درد میکرد. میگفت مساج بده، وقتی که بردیم اونجا عکس گرفت، گفت مغز استخوان التهاب کرده، برش آنتی بیوتیک داد، گفت باید اینو استفاده کنین. و بچه خدا هر چیزی تر میتونین یک جای ببرین که روز به روز وضعیتش بهتر میشه. گفت ما نمیتونیم دوای سنگین برش بدیم به خاطر که مریضیش دیگر قسمت او برش ضرر میکنه. خب از پاکستان احتمال داره کس همراهش ما بره یا نه؟ کسی هست که باشون بره؟ اگر از طرف برنامه شما اگر کدام کس میره، اگر او تو نشد شاید مامای صالح جان، اگر اونا چی نتانستن شما یک نفر هم روان کنید، هر رقم که شما خواست شما باشه. فقط هدف ما هدف ما این است که ما بتونیم یک کمک همکاری با صالح جان بکنیم و تشکر زنده باشین. این فرصت دوست عزیز ما خواستیم که صالح جان هم بیاریم شفاخانه و تمام امکانات تداییش که سر برنامه ما هست به مقدار پولی که هست ما بتونیم سر صالح جان مستقیم هم خود ما مصرف بکنیم و در تصویر بر شما نشان بدیم. و اینا هم مهربانی کردن تا شفاخانه را آمدن، اما بدبختانه در افغانستان امکانات ما نداریم امکانات ما. چرا ما نداریم؟ زیاد جای افسوزی است که ما امکاناتش نداریم. خب انشالله روز شبه که همه امکانات ما در وطن ما داشته باشیم و بتونیم مریضایی که نیازمند هستن و انشالله کمک همکاری باشیم. خب وطنداران عزیز، پولایی که شما روان کرده بودین همین اکنون در نزد ما است، میخوایم به مادر جای صالح جان تسلیم بکنیم و انشالله یک مقدار دیگر هم برای خودشان روان کرده بعضی از وطنان ما و یک مقدار برای ما روان کرده میخوایم برشان تسلیم بدیم. و در ضمن یک نکته دیگر هم یادآوری بکنم که انشاءالله هم قریب کارهای صالح جان باید جور بکنیم بر پاکستان روان بکنیم. اگر انشاءالله هم چیزی در توانایی ما باشه از طرف برنامه خود، اگر امکاناتش بود یک نفر روان میکنیم همراهشون، چون ترجمانیشون رو بکنن با اونجا بلدیت دارن و بتونن برشون اتاق بگیره و چیزی که نیاز است برشون کمک همکاری بکنن. و ما دوستای ما رو میگیرم، کسایی که سهم گرفتن با کمک همکاری با صالح جان و افتخار بخشیدن. یک وطندار ما که 8340 افغانی روان کرده بودن، گفتن نامشان گرفته نشه، تشکر ازشان، زنده و سلامت باشن. و همچنان جاوید جان 150 یورو که 12150 افغانی میشه و گفتن که از مادر صالح جان تقاضا بکنین تا برای دخترشان نداد جان دعا بکنن، اونا هم مریضی دارن، ان شاء الله خداوند شفای عاجل نصیبشان بکنه، آمین. و همچنان که از طرف ببخشید مدینه و همچنان ابرون رومل ابراهیم خیل 10000 افغانی برای اینا روان کرده بودن و دخترکشان، دخترک کوچکشان 10 یورو را از پول جیب خرچی خودش گفتن که برای صالح جان ما میخوایم کمک همکاری بکنم. واقعی جای افتخار است و تشکری خاص از مدینه جان قندول، گفتن که برای صالح جان روان بکنین و برای کسایی که نیازمند است. تشکر، واقعی افتخار هستن که طفل خرد هم و علاقمند برنامه ما هست و میخواد با مردم کمک همکاری بکنه. و همچنان از طرف مصطفی جان 15000 افغانی روان کرده بودن و گفتن برشان تقدیم بکنیم. و مهدی رضایی که از بچه های منچستر از کشور بیرونی و بیشتر در این کمک مادرها گفتن سهم گرفتن، زنده و سلامت باشن، همیشان پولشان جمع آوری کردن که مجموعا 23527 افغانی روان کرده بودن. و این هم دو مقدار پول هست که ما جمع آوری کردیم، اگر جواب بکنم چی نشم. از طرف جاوید جان 12150 افغانی و از طرف رومل ابراهیم خیل و فامیل عزیزی 10000 افغانی یکی. و همچنان از طرف مهدی رضایی که 23527 افغانی بود منچستر، که بیشتر وطنداران از اونجا تمامشان جمع آوری کرده بودن و پول برای مادر صالح جان گفتند بودن که انشاءالله صالح جان به زودترین فرصت صحت یاب شود. و این هم پول دیگه، صالح جان همیشه وقت پول خود جمع میکنی.
و 8340 افغانی گفتند که نامشان گرفته نشه. و همچنان از طرف مصطفی و برادر دیگه ما عشق علی میرعلی این هم 15000 افغانی روان کرده بودند به مقدار پول از پولایشان و شما تسلیم. تشکر و یک تشکری خاص اگر وطن‌دارای ما بکنین که کسایی که در این کمک همکاری سهم شدن و با شما کمک همکاری کردن. تشکر از تمام هم وطنای ما که در سلی جان کمک همکاری کردن. زنده و سلامت باشین. تشکر از کمکای شما که جان یک مسلمان هم خواهی نجات بیتین. سلی جان هم و وطن‌دارای ما که بر شما مستقیم بر خودتان روان کردن از اون هم یک تشکری بکنین. تشکر از یک همشیره ما بود، یک برادر ما بود که بر ما زنگ زده بود پول بر سلی جان کمک کردن. زنده و سلامت باشن. تشکرم وطنای عزیز که ما تنها نمیمانین و امروی سالی جان همدردی میکنین. زنده و سلامت باشین. قربانتان. وطندار عزیز ما میخواستیم که در کابل اگر امکان تداویش است ما تداویش بکنیم و مستقیم تمام کاراش خود ما پیش ببریم. اما بدبختانه تا بناز هند امکانات در کشور ما نیست تا مریضایی که مریض سرطان خوری دارن و بعضی مریضای دیگر داره که بعد تداویش شود و انشالله ما سالی جان تنها نمیگذاریم. از طرف برنامه ما یک کس را انشالله امرایشان خود در پاکستان روان کردیم و در پاکستان هم از آرزو جان برام تصویر بیاره و هم سالی جان. انشالله تشکر که منتظر برنامه ما باشین. زنده و سلامت باشین تا برنامه بعد و کمک هم کاری دیگر. شما رو به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب و روزتان خوش. بازم وقت شما بخیر. امید که خوب صحت مند سر حال باشین. دوستان نهایت عزیز باز هم سر زدیم بر خانواده سالی جان. سالی جان مریض بود نتونستن در دفتر ما تشریف بیارن. به مناسبت ما با تیم خود آمدیم تا از حال احوال سالی آگاه شویم و از قسمی که شما در تصویر دیدین ما سالی جان چند روز پیش در شفاخانه برده بودیم و شفاخانه ها هم جواب رد دادن، گفتن باید پاکستان برین چون تداویش اینجا امکان نداره. به مناسبت هم آمدیم تا از حال احوالش آگاه شویم و در ضمن مقدار پولی که شما وطن دارای ما روان کردین به خدمت شما تقدیم بکنیم. سالی رحم خو خو بردن میفهمم که چیه. سلام. خوب هستین؟ ان شاء الله صحت مند هستین. سلام خدمت شما برادر عزیز و خدمت دوستای عزیز که ما عزیز ما رو که میبینن. تشکر. زنده و سلامت باشین. حالا احوال سالی حالا چطور است؟ برادر سالی قسمی میبینید سالی از هر روز که بدتر شده میره. اما تبش خوشبختانه هم دوستایی که پول کمک کرده وقت سالی خون تیر کردیم دوباره خون خریدیم بهش کم بهتر شده. تبش به خاطر تبش دوا گرفتیم، از دوا یونانی استفاده ننیم کم ذره بهتر هستن دیگه. حالش اونقدر خوب نیست چون امشب خیلی زیاد خون استفراغ کرد از بیرهایش خون میه تا گرم زدایش آره زیاد چی میشه دیگه. بعد تکلیف هستم ولی ما در تلاش زمین هستیم که زودتر یک طرف ببریم. حالا دنبال ازم کار تذکره و پاسپورت کی روان کردن پشین دنبال پدرش رفته که بر خودش چقدر دور از کارش پیش رفته نمیفهم به خدا نپرسیدم. پدرش صبح میره دیگه پیشین نو وقت میره. چند روز شده کار به خاطر اقدام پاسپورت چیزش کردیم پدرش فکر کنم 3 روز شده که دنبال تا 3 روز شده پاسپورت شنه گرفته. پاسپورت نه تذکره هم سالی جان نداره. خود پدرش تذکره داره ما تذکره داره. بعد تذکره هم بگیره پاسپورت هم بگیره. پاسپورت هم بگیره سالی جان تذکره هم ندارم دنبال زمین کارایش هست. مجمع چند روز خود در بر گرفت که ما باز دوباره احوال شما رو بگیریم و با سالی جان تماس بگیریم. ما که تلاش داریم که زودتر هر چه زودتر شده باید سالی رو یک طرف ببریم. اما دولت افغانستان یک قسم است خود شما میبینین. دنبال هر کار باید دادن 100 روز یا 10 روز یا 15 روز پشتی هر کارش باید بگردی. حتی عریضه رو تسلیم نمیشه. پدرش دو روز میگفت عریضه رو ما یک عریضه رو ایسون و سون بردم کیسون برو پیش وکیل برو پیش ازی برو. خب دوستان میبرای ما تماس گرفته بودن گفتن مقدار پول رو بر طریق خودت شما روان کرده بعد اصرات سون رسید و گرفتن پول سنه. تشکر از خواهر عزیز ما بود از من فهم از کدام کشور بود بر ما تماس گرفته بود مبلغ 52700 بر سال جان روان کرده بود. گفت از یک مسجد اتحادی یک مسجد است یک چیز گفت نهاد بله مسجد امام ملک بود گفتن فکر کنم بله فکر کنم از مسجد بود که برای سال جان جمع آوری کرد گفت اینمی
پول رو بر سالی یک چیز بده. قربان تو زنده و سلامت باشین. وطن‌دارای ما هم بازم مهربانی کردن، مقدار پول رو بر ما روان کردن. ما چون بار بار که چون برنامه میگیریم، هدف ما این است که این پولای پیش ما روان کردن در مقابل کمره بر شما نشان بدیم. خدا نخواسته پولای تو ما جای هدر نمیرم. مقدار که شما گفتین و مقدار که بر برنامه مخصوص دادین. زنده و سلامت باشین. تشکر میکنیم از تک تک شما وطن‌دارای عزیزم. واقعیت افتخار میباشن که دست ما جوانا رو میگیرین و با خانواده هایی که کمک نیا کمک همکاری میکنین. وطن‌دارای عزیز، بازم یادآوری میکنم هدف ما این نیست. دم تاجک، پشتون، هزاره همیشه در قلب ما جا داره. ما همیشه دوست داریم با اینا کسایی هستن که نیازمند است. بر ما میار نیست که از کجا هستن، چی کار میکنن، چی کار نمیکنن، فقط نیازمند هستن و ما باشون کمک همکاری میکنن. خانم پرویز صدری رو روان کردن که 8250 افغانی شد که مقدارش 4000 افغانیش برای فامیل دیگه تسلیم دادیم و 4000 افغانی دیگه برای این خانواده تقسیم میدیم و مقدار دیگه شه کرای موتور چطور گرفتن. و همچنان 100 دلار افغانی هم 100 دلار باشن، 100 دلار هم دیگه روان کردن، گفتن که نامشون گرفته نشه، 7780 افغانی. و همچنان رازی جان صدری رو که 8250 افغانی هزینه هم شد و مقدارش بر برنامه مخصوص داده بودن اینا. و تشکر میکنیم از تک تکتون و زنده و سلامت باشین. این هم از بانو روزیه و این هم از بانو اشتباه نکنم بانو پرویز، خانم پرویز. و همچنان از طرف صد دلار دیگر هم گفتن نامشون گرفته نشد. زنده و سلامت باشن، تشکر یک جان. و این هم پولا بر شما رسید، امید که تشکر دوستان عزیز که سال جار همکاری منین و ما شما خواهش میکنم که این جوانایی که زحمت میکشن، تلاش میکنن، واقعا برنامه خیلی خوبی است. چون سالی هیچ کسی نداشت، هیچ پولی نداشت، هیچ توانمندی نداشت، در کنج بستر خواب بود، سالی برش یک گلاس آب سرد نمیرسید. اگر امی دوستان همی بود سالی امسر روز شاید هیچ ادا نبود. تلاش امی دوست هسته که سالی جان فعلا اما قدر هسته که مثلا در روی بستره صحبت منه، یک راگشتنش که او مریضیش هسته. این امی تلاش از امی دوست ها بوده. من شما خواهش منم دوستان عزیز، دست از این جوان ها رو بگیرین، این قسم برنامه رو حمایت کنین. واقعا بسیار یک برنامه درست دیرن، برنامه خیلی خوبی دیرن. راضی هستم شما؟ بله، ما خیلی راضییم از این برنامه. مقدار پولی که شما تسلیم میدین دوستای عزیز 100% بر ما میرسه. خیلی رای دور رای اینا تایمونن، میان از اون جانشان در خطر. کابل وضعیتش بر همه شما معلومه که بسیار خطر را تحمل منن. میان تا پیش یک مریض خودم میرسنن. واقعا برنامهشان بسیار یک برنامه خوبیه. ما شما تقاضا منن قبل از اینکه بر شما یک مریض معرفی کنه، شما باید قبلا برازی برادرها که مثلا اینا یک نهاد دارن، نمیدونم چی هسته، باید برشان پول جمع کنین، صندوق داشته باشه اینا. میسی که سالی امی تو مریض یک مریض ناگهانی پیدا میشه، باید اینا پول اون زمان بر شما میگه که ما اینقدر پول که شما بر ما روان کردین، این مریض ما مستقیم پاکستان روان کردیم. یعنی مریض اونقدر دیر منتظر نمیمونه که تا پول جمع آوری شوه. اگر شما این برنامه را حمایت کنین، این جوانا را حمایت کنین، اینا بیشتر از این میتونن تلاش کنن، بیشتر زیت میتونه که همراه مردم همکاری کنه، دست غریب بیچاره بگیره. واقعا ما از این برنامه بسیار راضی هستم. دست از جوانا درد نکنه. ما شب و روز من حیث یک مادر بر زینا دعا منم و ساله یک طفلی هسته که حتی چهره از این کاکا رو فراموش نمیکنه. هر دقیقه میگه مادر اینمی کاکا هسته که من خواهد تلاش منه من یک سون روان کنه. خیلی زیاد خوشحال هسته، میره هر وقت میبینه عکسایشون. تشکر، زنده باشین، تشکر از برنامهشون. زنده و سلامت باشین وطندار عزیز. قربانتون، وقتی که تشویق میکنن، وقتی که مایه میکنن، زنده و سلامت باشین. ما خیلی افتخار میباشن. ما فقط پل ارتباطی میان شما و خانواده هایی که نیازمند هستیم. چیز از دست ما نمیه به جز اینکه با تیم خود بیایم و با تیم خود همراهشون نگم کمک همکاری داشته باشیم. خدا هجر صاحب برای کارمندای هم کارمندا و تیم ما همکاری که میکنن همراه ما برانه هم و برای شما هم نصیب بگردونه. بود برنامه ما. تا برنامه بعد و دیدار بعدی که یک خبر خوشتر بر سال جان برای شما تقدیم میکنم. شما رو بر خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم. شب روزتان خوش. در بارگاه اعلی متعال با عزت و با وقار باشید.